برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس اخبار و اطلاعات به دست آمده، طبق نظر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله، فردا سه‌شنبه چهارم بهمن ماه اولین روز از ماه رجب خواهد بود. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی شیرازی با انتشار مطلبی اعلام کرد هلال ماه رجب العصب نزد معظم الله ثابت نشده است و بنابراین دوشنبه آخرین روز از ماه جمادی الثانی و روز سه‌شنبه چهار بهمن 1401 اولین روز از ماه رجب 1444 هجری قمری می باشد. منابع محلی در کشور سومالی از وقوع یک انفجار مهیب در نزدیکی ساختمان شهرداری موگادیشو پایتخت سومالی خبر دادند. گفته می شود بر اثر این انفجار که سنی‌های تندروی الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، دست کم 5 غیر نظامی کشته شدند و 16 نفر دیگر زخمی شدند. گروهی از ساکنان مسلمان محلی از شورای آموزش برانزویک شرقی در ایالت نیوجرسی خواستند که عید فطر را تعطیل رسمی اعلام و مدارس را تعطیل کند. این گروه از مسلمانان در دیداری که با شورای آموزش برانزویک شرقی داشتند از هیئت مدیره خواستند که به مناسبت عید سعید فطر مدارس را حداقل برای یک روز تعطیل کند تا به دانش آموزان مسلمان فرصتی برای برگزاری این عید بزرگ داده شود. جشنواره عید 2023 به عنوان بزرگترین نمایشگاه خرید حلال در جوهانسبورگ، بزرگترین شهر آفریقای جنوبی برگزار می شود. گفتنی است جوهانسبورگ طی 5 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر رستوران ها و غذاهای حلال و تنوع استثنایی در این زمینه بوده است. ژاپن با موج جدیدی از مرگ و میرهای مرتبط با ویروس کرونا مواجه شده است و در ماه جاری تا کنون 8103 نفر جان خود را از دست دادند که این رقم بالاترین آمار ماهانه از زمان شروع همه‌گیری کرونا در این کشور است. بر اساس داده‌های منتشر شده یک شنبه شب وزارت بهداشت و سلامت ژاپن، در مجموع طی 24 ساعت گذشته 324 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در سراسر کشور جان باختند.